بینندگان گرامی با درود، در برنامه گذشته ارزیابی آقای ابوالحسن بنی صدر از جنبش سبز را مشاهده کردید. ایشان در ارزیابی خودشان این حرکت ملت ایران را با جنبش کاوه مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که اقدام سران جنبش ناکارآمد بوده و مانند این میماند که از ضحاک ماردوش بخواهند که مارهای سر دوشش قدری کمتر مغز جوانان را بخورند. ایشان معتقدند که این راه به جایی نمیرسد، زیرا با این روش قدرت حاکم قادر است خود جنبش را هم ببلد، که البته من مطمئنم که از گلوی رژیم پایین نخواهد رفت. به هر حال به ادامه سخنان آقای بنی صدر توجه فرمایید. Just gathered for a sixth day in support of Mir Hossein Mousavi, the disgruntled candidate demanding a new vote. This time their trademark green replaced with the color of mourning in memory of at least seven protesters killed Monday. Amateur video showed thousands of Mousavi supporters in what has become another trademark, a silent march. Cell phones silenced too, apparently cut off across this city during the rally. شما وقتی رفتی پای جنبش همگانی، این حواست باید پیش این باشه که این روش هایی رو به جامعه پیشنهاد کنی و خود جامعه می باید روش های اتخاذ کنه که خشونت رژیم رو بی اثر کنه، نه اینکه بری تو قلم روی او تا او راحت بتونه شما رو سرکوب کنه. اتفاقی که افتاد در حالی که مثلا در جریان انقلاب ایران نه این قلمروها رو مردم در بیرون اون محدوده حاکمیت رژیم انتخاب میکردن، و هم نمیتونه قواش در سراسر کشور در همه خیابانهای شهرها پخش بکنه. نتیجه این که خشونت به اصطلاح گل بر گلوله پیروز شد. اون که پیروزی گل بر گلوله شد این بود. جنبش همگانی یکی از خواسته های اساسیش اینه که چقدر میتوانه به اون توان خشونت رژیم رو بکاهد و امکان به کار بردنش رو کم بکنه، نه به عکس. این رفت رو خط به عکس بازنده است. صحیح. حالا میاد پر آخریش گفتم در زمان حاضر تره. خب مشکل ایران یکی از اون مشکلات عمدهش این است که گرایش های سیاسی و نیز دینی اینا همشون بیان های قدرت رو دارن به عنوان اندیشه راهنمون. انصاف بدیم دیگه. یعنی چه؟ یعنی توجیه میکنن حاکمیت بر مردم رو. مثلا مارکسیست لنینیست ایرانی میگه حاکمیت باید به حزب تراز نوع طبقه کارگر ایران برسه و اون مردم حاکمیت پیدا کنه. روحانی ایرانی هم که ولایت فقیه داره، تازه اون هم که طرفدار ولایت فقیه نیستن، خب اصل تقلیده دیگه در شیعه ما. میگه مسلمان یا مجتهد یا مقلد، مجتهد نیستی باید تقلید کنید. پس در واقع حاکمیت بر مردم است و این از خود بیگانگی دینی هم یعنی همین. صحیح. میشه دین تکلیف مدار نه حقوق مدار. این مالونا. خب حالا میاد لیبرال ایرانی اصلا میگیم اصول این اصلاح طلبات رو باید برسیم. خب اینها در همین لندن جلسه کردن، گفتن این آقای مهاجرانی گفت چی؟ گفت 200 سال دیگه هم دموکراسی برای ایران زود است. یعنی در واقع دنبال حاکمیت نخبه ها هستن، نه تیپ آقای احمدی نژاد، از تیپ اصلاحگر بر مردم. همان اونا لیبرال ایرانی هم که از این پوزیتیویست های فرنگی پوزیتیویست هم و طرفدار حاکمیت نخبه ها هستن. پوزیتیویست ها میگن این نخبه ها باید نخبه های علمی باشن.
اینا بر جامعه حکومت کنن، جامعه هم این نقش رو بهش میدیم که میان نخبه ها انتخاب بکنه. حتی بعضی این پوزیتیویست ها میگن همه مردم هم شرکت نکردن در انتخابات چه بهتر، برای اینکه اونایی که چیز سرشون میشود تعدادشون هم کمتره، اونا کافی هست. برای اینکه کاری که اینا دارن این که بگن این نخبه بهتره یا اون نخبه بهتره، اونا بهتر تشخیص میدن. خب پس کی آمده میگه که هر کسی خود خیشتن را رهبری میکند؟ حاکمیت مال جمهور مردمه، باید این حاکمیت رو سازمان بدیم تا ایران سرنوشت عوض بشود. این اقلیت خیلی کوچیکه. نتیجه اون ولایت جمهور مردم، مردم شدن صغیر، همونی که میگه ولایت فقیر، یعنی ولایت صغیر، این او همگانیست. حالا زبان‌های مختلف این رو حساب میکنن، مردم نادانن، مردم خودشون که نمیتونن خودشون اداره کنن، مردم که علم و اطلاع ندارن، از این حرفا میزنن. و نفس این که بعد 30 سال آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران است، یعنی این رژیم مرده، محصول این رژیمشون. ایشون نه بنی صدر نه بازرگانه که قبل از این رژیم هرکی بودن هر چیز هم خودشون کردن، ساختن هویت، حتی نه خمینیه، نه بهشتیه، نه حتی این هاشمی رفسنجانیه، نه حتی این آقای خامنه‌ایه، نه، این محصول این رژیمه، محصول رژیم اینه، این آقاست. با اون شعورشو، با اون بیانشو، با اون طرز ادارهشو و این اعتباری که ملاحظه میکنی که چقدر برای ما در دنیا اعتبار کسب فرمودن، و این رژیمی که محصولش اینه، این باقی ماندگار نیست و طبیعت و فطرت زندگی هم سازگاری نداره، برای اینکه این اصلا فلسفه اساسی این رژیم که پدید آمده فلسفه چگونه مردن است، چگونه زیستن. محتاج برایت مطلقه فقیه نیست، محتاج اینه که هر انسانی بدونه چجوری زندگی کنه، خودش زندگی خودش سازمان بده. اون چگونه مردن است که یه متصدی لازم داره که اون انسان بیچاره بیاموزه که تو وقتی به دنیا میای خودتو آماده کن برای اینکه اینجور بمیری که بعد این به این در قیامت اینجوری مثلا بری بهش به جهنم نری. این اونجوریست، مثلا انسان رو با تکلیف، با تکلیف شروع میکنه، با تکلیف باید میاره، یعنی با چماق، با تکلیف میمیرانه، با زندگی جور نیست، دیر یا زود رفتنیست. پس این مردم هم که باید تدارک بکنن این که ایرانشون بر جا بمونه، خودشون میتونن در استقلال آزادی روش کنن. پس شما بیاندازه امیدواری به تحرک مردم در آینده؟ این اجتناب نوزیره، اجتناب نوزیره، بخوانم نکنن این رژیم نمیگذاره که نکنن. خوشبختانه شما این احمدی نژاد نعمتیست، این تا آقای خاتمی بود که حرکت چیزی هم نبود. مردم فکر میگردن خب حالا بالاخره، دخترها فکر میگردن خب یه مقدار چند سانتیمتر بالا بردن روسری رو، خب یه نفسی میکشن. جوان ها میگفتن خب بله، حالا هنوز هم میگن ها، میگن اون زمان بالاخره یه نفسی میکشن، حالا که اصلا اجازه میدنم. ولی حالا این آقا واقعیت اون رژیمه، روزمره میگه یادتون نره من اینم، پس حرکت کنید، این بخواد من نداشتم حرکت کنید. پس عامل این حرکت در اصل خود رژیم هر چیزی جوره. خب شما میدونید که در انقلابهای اجتماعی، تحولهای اجتماعی، اونایی که حاکمن نقش اصلی رو ندارن، برای اینکه اونا اگر جوری عمل بکنن که مردم راضی باشن که مرض که ندارن باشن حرکت بکنن که، پس اونها یک ابواب حیات رو به روی مردم میبندن، خفقان آباد میکنن. نیروهای محرکی که تو جامعه ایجاد میشود نمیتونن اینو به کلی از بین ببرن که خنثی بکنن،
نمیتونن به اینا محل کار بدن. نتیجه اینا میشن نیروی فشار بیکار. اینا بودن که رژیم شاه رو بردن دیگه. اینا همین نیروی فشار بیکار فشار میاره به این جداره ها و دیواره های این نظام اجتماعی بسته. باز میکنه رو و تحول انجام میگیره. پس اونه که اینا رو بسته گفتم اینا مثل قفل کرده کلیچ هم گذاشته جیبهش این تا نظر این در نشکنه این آزاد نمیشه. بنابراین این آقا مقصر اصلی است که در بسته کلیچ هم گذاشته جیبش. با سپاس فرمان آقای بنیسه ممنون از این که فرانسه آمدید و یادمان کردید و انشاءالله شاد و خوب و خوش زندگی کنید. تلویزیون ایرانیان